الله أكبر ولله الحمد. بله بینید عزیز، خدمت شما هستم. از ادامه برنامه تشکر که تا این دمبر همراه بودین با میمانایی که در برنامه ما داشتیم. همونطوری که پیشتر اشاره کردم، در این بخش منتظر دکتر صاحب بودیم که چند دقیقه هم تاخیر شد، معذرت. دکتر صاحب تشریف آوردن. دکتر صاحب محیدالحق فخری، متخصص امراض عفونی و ساری شفاخانه ویژه ویراد و همچنین استاد دانشگاه. خوشبختانه دکتر صاحب دعوت ما رو پذیرفتن. دکتر صاحب مگه مصروفیت زیاد دارن، ما تا توانستیم اینا رو حاضر بکنیم در برنامه. تشکر که دعوت ما رو قبول کردن و تشریف آوردن. قبل از اینکه من سوال مطرح بکنم، دکتر صاحب خیلی خوش آمدید عرض بکنم. خیلی خوش آمدید در برنامه. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما، خدمت همه کسایی که امیل اعظم و شما را از طریق پرده تلویزیون اصلاح تماشا میکنن، و پیشا پیش عید سعید قربان خدمت همه هموطنان عزیز تبریک عرض میکنم. امیدوارم که یک عید خوب و خوش و آری از امروز داشته باشیم. البته یک معذرت خواهی دارم، متاسفانه امروز یک کمی برنامه های رادیو تلویزیونی کمی چی شده بود و من کمی دلتر خدمت شما رسیدم. شما معذرت خواهی. تشکر دکتر صاحب که تشریف آوردین. بیننده عزیز، ما خواستیم که دکتر صاحب امروز در برنامه با خود داشته باشیم، بخاطر از اینکه اگر این برنامه ما فردا می داشتیم دیر بود، بخاطر اینکه از فردا صبح بعد از نماز ادای نماز عید همه هموطنان ما قربانی دارن، حتما میرن به سراغ حلال کردن و تقدیم کردن قربانی خود در پیشگاه خداوند پاک. از او خاطر خواستیم دکتر صاحب با خود داشته باشیم که امروز معلومات رو بدن. امیدوار هستم که شما هم بیننده باشین. روی مریضی که هست، تب دهنده خون، اگر اشتباه نکرده باشم دکتر صاحب چنین نامی داره؟ تب خون ریزی دهنده. دکتر صاحب بیشتر توضیحات میدن. اینجی این مریضی هست که از حیوانات و از امو کنایی که در حیوانات هست انتقال میکنه به انسان، بعد خیلی هم مشکل ساز هست و حتی منجر به فوت اشخاص میشه، مخصوصا کسانی که در داخل خانه ها گوسفندان خود را یا گاو یا هر چی که به خاطر قربانی دارن ذبح میکنن. اور مگر متوجه باشن که مبادا از پوست از حیوان خطا بخوره به خانه بره، بعد اطفال، زنان، هر کسی که در خانه او باشه و بگزه باید مشکل کلانی ایجاد میکنه. و در ضمن اگر بدن ما مشکل داشته باشه و یا کار در بدن بگیریم یا جای زخم باشه، او انتقال میتونه. من بیشتر صحبت نمی کنم، معلومات بیشتر دکتر صاحب فخری خدمت شما ارائه خواهد کردن. میشه دکتر صاحب معلومات کلی در قسمت مریضی برای بین دارم ارائه بکنیم؟ خب تشکر از شما جناب استاد محمدی از اینکه لطف کردین که در قسمت آگاهی در مورد این مرض واقعا ما همکاری کردین، برنامه ترتیب دادین. از اینکه میفهمم که وقت شما هم زیغه و وقت برنامه هم زیغه. به هر حال مرض تب خون ریزی دهنده یا سی سی چیف یا کریمن کاموگ هماراجیک فیور اولین بار چون از نام از این معلومه در منطقه کریمیه، منطقه مناقشه فلان هست، در اونجا تثبیت شد و بعدا در کانگو تثبیت شد. و همین خاطر از نام از این، چون با اراز آلایم خون ریزی دهنده داشت به نام تب خون ریزی دهنده کریم کانگو تثبیت شد. اولین واقعات از این ما در سال 2001 متاسفانه در هرات داشتیم که اولین مناطقی که در اینجا واقعات مثبت را بولد شد منطقه گلران بود و بعد اولیسولی گلران بود. بله، واقعات اسپورادیک، ما از ساعتام اصطلاحات به نام اسپورادیک، یعنی واقعات به شکل تگیر داریم که واقعات اسپورادیک داشتیم که تا سال 2007 بود و از سال 2007 تا فعلا که در سال 2020 ما و شما قرار داریم، متاسفانه واقعات سیر سعودی خود داره و هرات یک منطقه اندیمیک برای این مرض شده. در امثال ما از آغاز گرمی ما در یک فصل خاص برای ازی دارین که متاسفانه سال به سال واقعیت ازی قبل از وقت شروع میشه، یعنی از شروع گرمی در هرات ما واقعیت ازی داریم تا اواخر ماه هفتم و هشتم ما واقعیت ازی در هرات داریم. به هر حال یک معضله در قسمت صحی و در قسمت طبی در هرات. بسیار نیک. دکتر صاحب میشه که معلومات بدیم چگونه انتقال میکنه این مریضی برای افراد، حالا از چه حیواناتی مشخصه و نحوه انتقال ازی که ما فردا به روز اول عید داخل میشیم و معمولا اکثریت مردم نزدیکی میکنن با حیوانات چون ذبح میکنن پوست میشه و کشته میده میشه؟ میشه معلومات داشته باشه؟ خب به هر حال خوشحالم که حالا از هر کدام از هموطنان که میشنم یک اندازه آگاهی هر سال نسبت به سال قبل دارن در مورد این مریضی،
چون مریضی کشندیه، اگر ما بیایم با تمام امراض ویروسی و باکتریایی مقایسه کنیم، در حدود مرگ و میر از در حدود 40% به همین خاطر قابل توجه هست. اما خوشبختانه که سرایت و شیوعی از این نسبت به دیگه امراض ویروسی و باکتریایی کمتره، بتیتره. به همین خاطر هم یک جای خوشبختی، اما با از راز مرگ و میر یک چیز قابل توجهی داره. به هر حال این مریضی به وسیله یک کنه، کنه حامل ویروسه، یعنی ویروس انتقال میده. این ویروس میتونه به حیوان داخل کنه و میتونه به انسان داخل کنه که فرق میکنه راههایی که انسان مصاب میشه، چی که از افرازات حیوانی و یا که مستقیما از گوشت حیوانی بگیره، که اینا راههای غیر مستقیمه، و یا گزیدن کنه که راه مستقیمه، که بعد دو حالت میتونه فرد مصاب بشه. که از نظر کلینیکی مرض ما به 4 مرحله تقسیم میکنیم. یک مرحله دوره تفریق داریم برای این مرض، یک دوره قبل از شروع خونریزی یا پره هموراجیک ما اصطلاحاً برای از میگن، یک دوره خونریزی و یک دوره شفایابی به طرف نقاهت داریم. که نظر به عامل مرض که چگونه گرفته شخص، آیا مستقیماً از کنه گرفته و یا که غیر مستقیم از گوشت و افرازات حیوانی گرفته، این فرق میکنه. به هر حال دوره تفریق از این فرق میکنه و یک مدت زمان در بر میگیره تا علائم نزد شخص پیدا میشه. به صورت کل و خیلی فشرده میخوایم خدمت شما عرض کنم که خیلی وقت برنامه شما گرفته نشه، علائم از تب و لرزه و جاندردی و خستگی و کوفتگی عضلات و درد پشت چیشم و درد پشت سر و اینا شروع میشه. اینا علائم قبل از خونریزیه. در صفحه خونریزی زمانی که مریض داخل میشه، خونریزی میتونه به شکل خونریزی‌های تحت جلدی مشاهده شه، در تحت جلد مریض به شکل نقاط سرخ رنگ و یا نقاط کبودی که همون نقاط سرخ رنگ در حقیقت یک جا میشه و نقاط کبودی میسازه. و همچنان میتونه خونریزی از هر قسمت از اعضای وجود، مثلا از گوشا، از بینی، از دهان، از بیره ها، از خونریزی از جهاز هضمی، حتی از چشم ها، حتی از در نزد خانم ها میبینیم که خلاف توقع، ازی که حتی زمان عادت و ماور از اینو هم متوقع نیه، بازم میبینیم که خونریزی دامنی دارن، خونریزی مبلی دارن، به همین شکل میتونیم به این شکل ببینیم. و یکن دوره بعد از خونریزی دارن دوره نقاهت. جناب دکتر صاحب، چقدر اگر کسی فرد احساس کرد که این علائم رو داره چی باید بکنه؟ میشه که در این قسمت هم اشاره داشته باشه. خب محمد صاحب محترم، یک موضوعی هست که فرد اول باید نقطه کانتکت یا تماس رو داشته باشه. در این مریضی یعنی مسئله تماس شرطه. مثلا خانم خانه وقتی میه از هر لحاظ تاریخچه میگیریم، از نظر یکی با حیوانات سر کار داشته، با گوسفند سر کار داشته، با پوست سر کار داشته، میبینیم با کنه سر کار داشته نه. بعضی که تاریخچه کمی دقیق‌تر که از او میگیریم، میگه ها فلانه روز مثلا 5 روز 4 روز پیش من دستم خراشیدگی داشته یا زخم داشته و با همون دست گوشت رسه کردم. یک منبع انتان ما میتونیم پیدا کنیم و من تماس رو میتونیم به نزد از این خانم پیدا کنیم. به هر حال مهمترین راههایی که میتونه متاسفانه ما بیشترین مساوین رو که داشتیم، کسایی که البته در نزد خانم ها بیشترین مساوین که داشتیم، به همین شکل کسایی بودن که با گوشت در خانه سرکار داشتن و میتونه از هم از کنه، چنانچه قبلا خدمت شما عرض کردم، هم از کنه میتونه به انسان منتقل شه. این شکل مستقیمه و متاسفانه شکل شدیدتره و به شکل وخیم سر میکنه و مرگ و میر هم زیادتر داره. اما شکل غیر مستقیمی که انسان از حیوان و یا یکی از گوشت و از افرازات میگیره، نسبت به شکل از یکی از کنه بگیره یک کمی خفیفتره و هر حال هر دو حالت مرگ و میر خود داره. جناب دکتر صاحب، چه آمادگی داشته باشن، حالا چه تدابیر باید داشته باشن برای فردا؟ خب مهندس محترم، مترم به خدمت شما عرض کردم که متاسفانه هرات منطقه ایم اندیمیک برای این مرض شده و به هر حال ما همه سال منتظر این مرض هستیم. از اینکه خب یک سال میبینیم که یک کم گرمی ها دیرتر شروع میشه، یک سال گرمی ها زودتر شروع میشه. به محض شروع گرمی و شدت گرمی مریضی شدت میابه. آمادگی ما در تمام فصول سال، در خصوصا در فصلهای گرم باید داشته باشیم، یعنی از اواسط بهار تا به خزان باید ما آمادگی برای این مرض داشته باشیم.
اما متاسفانه چیزی که امثال قابل توجه هست و متاسفانه ما توجه نمی کنیم موضوع شویی مرض در ایام عید قربانه. خب یک وجیبه دینی موضوع قربانیه که ما انجام میدیم و به هر حال اگر همه وجیبه دینی ما با همش نکات صحیح با در نظر داشت نکات صحیح انجام بدین، به نظر من مقبولتر و زیباتر و همی که باعث میشیم که تا اطرافیان ما و خود ما از این موضوع مسئول باشیم. این نکات خیلی مهمیه که من میخوام خیلی فشرده بفهمت. کسایی که همی گوسفند ذبح میکنن یا حیوان ذبح میکنن خیلی ساده یک جوره موزه یک جوره دستکش داشته باشن. و چونش در اول برنامه شما در همو موضوع برنامه یاد کردیم که متاسفانه بعضی عادت دارن که بعضی که همی کرده که به گلون حیوان برید کش کردن بعد کارده به دانخ میگیرن. اگر دیده باشین کارده بین دو دندان میگیرن که یک رسم غلطیه متاسفانه در بین تمام قصابا که ببینه همین رسم هست و این موضوع غلطیه. بیشترین کسایی هم که مصاب میشدن وقتی ما میامدیم خیلی که تاریخچه میگرفتیم خب زخم و خراشیدگی داری به وجود خون نه چی رقم همیت شرایط در نظر گرفتم کارد به دان خوب گرفتی بعضی کسان آه ما خوی عادت منه همیشه عادت منه کارده به این موضوع واقعا نگران کننده. هرچند که تیم های همساله از طرف وزارت زراعت وزارت صحت عامه و یک تعداد مؤسسات همکار از جمله کمیته هلند برای افغانستان همساله اینا برنامه های دارن برای آگاهی دهی قصاب ها را همیشه جمع میکنن برای از اینا کیت ها یا بسته های سی توزیع میکنن دستکش توزیع میکنن موزه توزیع میکنن برای اونا شرایط میکنن مولای امامان مساجد توزیع میکنن برای از اینکه وسیله شن همه پیام برای مردم برسونن اربابای مناطق همیشه ترن میکنن اینا و برای از اینا اونا توزیع میکنن تا همه پیام ها برای مردم برسونن. باز هم میبینیم متاسفانه گاهی وقتا میشه که خود ما و شما همین نکات مراد نمیکنن و دوچار همین مریضی میشه. تشکر جناب دکتر صاحب در برنامه تشریف آوردین. ممنون که معلومات رو دادیم. هرچند ما وقت بیشتر مد نظر گرفتیم ولی کمی دیرتر شد، ما 10 دقیقه هم از وقت خود بیشتر گرفتیم. ممنون. اگر کوتاه پیامی داشته باشیم میشنویم. بخیر باشه محمد صاحب، خیلی لطف کردین از اینکه با وجود ضیقی برنامه با وجود ضیقی وقت همین قسمت رو هم اختصاص دادین. من قلبا یک عید خوب و خوشی برای همه هموطنان آرزو میکنم. عید عاری از کرونا و سی سی چف، یعنی هر دو چیز واقعا بسیار. تشکر بلبن عزیز، تشکر از دکتر توانا و دکتری که واقعا خودشان زحمت میکشن و همه روزه مطمئنم که همه شما آشنا هستیم ایشان در این قسمت هم مسئولیت رو میخواین ادا بکنن که بیننده عزیز ما مطلع باشن تا مشکل ایجاد نشه. این بود برنامه که خدمت شما ایره شد با میمانایی که از ابتدای برنامه تا این دم داشتم. امید که عرفه به خوبی تا این دم سپری کرده باشین و روزای عید خوبی رو پیشرو داشته باشین. انشاءالله که در برنامه عیدی خدمت شما خواهد بودم. من هم جا داره که در مینجی پیشاپیش عید رو به شما تبریک بگم. امیدوار هستم که عید خوبی داشته باشین. این بود برنامه خدمت شما تقدیم شد. تا برنامه دیگر شما رو خداوند منان میسپارم. شاد و موفق و پیروز باشید.